در دو هفته ای که گذشت تیم ملی هندبال زنان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت کرد و در مجموع به مقام ششمی آسیا دست یافت. این هفته همچنین کشور میزبان رقابت های جام جهانی 2019 فوتبال زنان جهان هم از سوی فیفا اعلام شد. در جریان برگزاری 15 رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا در جاکارتای اندونزی، تیم هندبال زنان ایران طی 5 مسابقه با 2 پیروزی و 3 شکست در جایگاه ششم آسیا نشست. پیروزی‌های این تیم مقابل تیم‌های هند و هنگ کنگ بود و در مقابل تیم‌های کره جنوبی، ژاپن و ازبکستان متحمل شکست شد. پیش از اعزام تیم، مقامات هندبال ایران در مورد شرایط آن خوشنود نبودند. پیشتر ابوالحسن مهدوی رئیس فدراسیون هندبال و پروانه نظرعلی از بدهکاری‌های زیاد فدراسیون هندبال از دوره‌های قبل، نداشتن توقع از تیم ملی برای پیروزی و در مجموع اعزام تیم در بدترین شرایط ممکن گفته بودند. هر دوی این مقامات به طور صریح با توجه به عدم آمادگی تیم ملی هندبال زنان ایران برای پیروزی بر توقع خود نسبت به رعایت مسائل اخلاقی و حجاب از سوی بازیکنان تاکید کرده بودند. رئیس فدراسیون هندبال ضرب العجل 6 ماهه‌ای را برای فعالیت‌های خود در فدراسیون هندبال تعیین کرده و گفته اگر نتواند کاری برای هندبال انجام دهد بعد از 6 ماه کنار خواهد کشید. در این میان گفته‌های نیوشا مرادبخش ملی پوش هندبال ایران با خبرگزاری تسنیم قابل تأمل بود که از هماهنگی و شرایط خوب تکنیکی و تاکتیکی تیم اظهار رضایت کرده و خبر از انجام 15 اردو داده بود و برای ایران مقام 6 یا 7 را حد زده بود. تیم ملی هندبال زنان ایران برای 4 بار در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور یافته بود. این تیم در سال 2008 7، 2010 8 و 2012 به مقام 9 دست یافته بود. تیم کره جنوبی در هندبال قهرمانی زنان آسیا با 11 قهرمانی، 2 نایب قهرمانی و 1 مقام 3 رکورددار است. تیم قزاقستان با 2 قهرمانی و ژاپن با 1 قهرمانی، 2 نایب قهرمانی و 8 در رده‌های 2 و 3 آسیا قرار دارند. خبر دیگران که این هفته فیفا اعلام کرد میزبانی جام جهانی 2019 فوتبال زنان جهان را به فرانسه واگذار کرده است. سپ فلاتر رئیس فیفا دلیل این تصمیم را تلاش‌های سال‌های اخیر فدراسیون فوتبال فرانسه در جهت ارتقاء سطح فوتبال زنان کشور اعلام کرد.